مذاکره کردن یا مذاکره نکردن با آمریکا تبدیل به موضوع اصلی در درون رژیم شده. اصلی از اون رو که با تعیین تکلیف این موضوع سمت و سوی حل سایر مسائل رژیم هم روشن میشه. یعنی که رژیم میخواد به سمت تسلیم و ذلت به قول خامنه‌ای بره یا قصد داره در برابر مردم ایران و جامعه جهانی دست به مقابله بزنه. گزارشی در این مورد با هم میبینیم. انتشار خبر ملاقات ظریف با سناتور آمریکایی از طرف یک رسانه آمریکایی در بالای رژیم با سکوت مواجه شده، اما در بدنه آن بار دیگر تنش بالا گرفت. سایت پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید اقدام ظریف برای ملاقات با سناتور آمریکایی نوشت: ظریف در سفر دور دنیا برای کم کردن فشار آمریکا، برخی نمایندگان در حال کارشکنی در داخل. پاسدار رضایی از صف‌بندی مهره‌های باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاء در برابر دولت روحانی خبر داد و از جمله نوشت: ضیاءالله اعزازی عضو مجلس ارتجاء گفت به نظر می‌رسد که برخی از اعضای دولت به فرمایشات مقام معظم بی‌توجهی کرده و کار دیگری را انجام می‌دهند. اینکه وزیر خارجه کشورمان با سناتور دموکرات آمریکایی مذاکره می‌کند دقیقاً نقض فرمایشات ایشان است. حملات در مجلس ارتجاء به باند روحانی بر سر مذاکره بعضاً بدون اشاره به اقدام اخیر ظریف بود. از جمله حاجی دلیگانی گفت: جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، اگر معتقدید که در خط مقدم جنگ اقتصادی هستید، طبیعتاً باید اقتضاعات جنگ اقتصادی را بپذیرید. در جنگ دل بستن و امید به دشمنی که بارها عهد شکنی کرده خطاست. مبادا اروپاییان با وعده این استکس و امروز فردا کردن فرصت را از شما بگیرند. با آمریکایی ها آهنگ خواب و قفلت را در قالب دادن شماره تلفن یا سخنان به ظاهر ملایم و چراغ سبز مذاکره و تعدیل شرایط با تغییر دموکرات ها با جمهوری خواهان خوابتان را کوک کرده باشند. رسانه‌های حکومتی هم قبل از اینکه مستقیم به ظریف و دولت روحانی برای مذاکره‌جویی حمله کنند، تلاش کردند پای ولی فقیه ارتجاء را به میان بکشند. روزنامه وطن امروز از باند دلواپسان نظام روز 5 خرداد زیر عنوان بس کن آقای ظریف نوشت: اقدام ظریف در دیدار با این سناتور دموکرات اما در حالی انجام شده است که یک روز پیش از آن رهبر در دیدار رمضانی با مسئولان نظام مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت کنونی این کشور را سم مضاعف خوانده بود. این روزنامه حکومتی که جرأت نکرده است ولی فقیه ارتجاء را برای این دیدار مستقیم زیر سوال ببرد، نسبت به آثار شوم این دیدار برای نظام هشدار داده و نوشته است: آقایان قرار است راهی را که با صرف 6 سال وقت و هزینه ملت ایران پایان شوم آن مشخص شده است باز هم ادامه دهند. سایت پاسدار رضایی به صورت تاییدآمیزی توییت صادق زیبا کلام را انعکاس داده که در حمله به مخالفان مذاکره جویی ظریف نوشته است: تندروها پیرامون ملاقات آقای ظریف با سناتور دایان فینشتاین که از منتقدین سرسخت ترامپ در سنا می باشد دارند به گونه‌ای برخورد می کنند که انه ظریف مرتکب جاسوسی شده و کاسه عدسی امنیت ملی را شکسته. برخلاف دفاعیات سایت پاسدار رضایی، از باند مقابل کیهان خامنه‌ای با حمله به ظریف تشتت درونی باند ولی فقیه را به نمایش گذاشته و ضمن حمله به ظریف نوشته است: در آستانه جنگ کدام دیوانه ای سر سلاحش مذاکره می کند؟ برخی خبرها و تحرکات هم ما می گویند آنها فقط نمی گویند باید مذاکره کرد، آنها عملاً مقدمات مذاکره را کلید زدند، منتها به دور از چشم رسانه‌ها و در سطحی پایین‌تر. رئیس جمهور سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، به دیدار مقامات آمریکایی می‌رود. ژاپن از ظریف برای سفر به این کشور رسماً دعوت می‌کند. وزیر خارجه عمان سرزده به تهران می‌آید. وجه مشترک این سه کشور وقتی به ایران می‌رسند چیست؟ میانجیگری. برای چه؟ مذاکره. و ناگهان خبر می‌رسد وزیر خارجه کشورمان با یکی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده و طرف مقابل نیز از سوی وزارت خارجه آمریکا مأمور دیدار با ظریف شده است. در مقابل سایت حکومتی بهار با حمله به جریاناتی که مذاکره، تعامل و توافق با دیگر کشورها را سازش معنا کرده‌اند،
و با اشاره به کارنامه سراسر ذلت‌بار و ورشکستی اقتصادی نظام، تلویحاً تنها راه برون رفت نظام برای مهار خشم مردم و برون رفت از بن‌بست را مذاکره دانست و نوشت تعامل با جامعه جهانی ذلت آفرین بوده و یا چنین عمل کرده آشفته اقتصادی که اقشار مختلف مردم را سالهاست تحت فشار قرار داده است. به نظر می آید جریاناتی که مدعی انقلابیگری هستند و خود را مخالف حرکاتی که سبب ذلیل شدن ملت ایران می شود معرفی می کنند می باید بیشتر از دیگران به این پرسش فکر کنند. شاید اشتباه محاسباتی در سازش و تسلیم نامیدن تعامل سازنده با جهان سبب این ذلت واقعی در اقتصاد شده باشد.